خواهش میکنم آقای مراغی که به عنوان مخالف صحبت کردید واقعا توجه کنم به این توضیحات و اونقدر به این توضیحات مطمئنم که امیدوارم خود اینشون در همین جلسه پاشم بیان اینجا بگن اون که بوده سوء تفاهم بیشتر نمیده. ببینید آقا ما گفتیم اون چیزی که پیشنهاد کردیم اینه که در زمان غیبت حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری بر عهده فقیه فقیه یعنی که این اسلام شناس مطلع ورزیده متخصص با تقوا خدا ترس کسی که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشه و او را از کمترین تخلفی از راه خدا نگران کنه همیشه بیدار آگاه به زمان بفهمه در چه زمانی زندگی میکنه و بدون نیازهای خودش و جامعهش و اسلامش و امت اسلامیش در این زمان چی؟ شجاع این دیگه شجاع در حقیقت توی اون با تقوا و با ایمان مستطره ولی ما این رو در آوردیم تصریح بش کردیم که کامل تر بیان شده باشه شجاع اون نه ترس باشه مدیر اهل اداره کردن باشه اون فردی نمیخواد رهبر باشه و مدبر یعنی گورنگر تدبیر داشته باشه گورنگری داشته باشه آینده نگری داشته باشه ما گفتیم مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی تازه گفتیم این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن رو به دست میاره گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند حالا یک توضیحی هم میخوام درباره مبنای این اصلی بس این اصل چرا اومده؟ چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور امت باید یک چنین فرد یا گروهی باشه برای اینکه ما میخواهیم نظام اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلام گمان میکنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد این اشباب دیکتاتوری میشه در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه اون که جلو میگیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری نکند اون که جلو میگیرد از این که رئیس ارتش دیکتاتوری نکند اون فقیه هست اونقدر به ولایت فقیه اثر مترفی بار است که در سایر این موادی که شما ملاحظه می کنید معلوم می شود یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتیش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت هست پیش ملت و خود ملت این به تعیین میکنن این نظارت میکند بر اینکه نبادا خیانت بشن همون رئیس جمهوری که ملت خودشون تعیین میکنن و انشاءالله دیگه از این به بعد امین تعیین میکنن لیکن معذالک برای محکمکاری یک فقیهی که عمرش را صرف در اسلام کرده است و عمرش را برای اسلام خدمت کرده میگذارند ببینن چی میکنه نباده یه وقت